آقای سلام، در جریان چند روز دادگاه علنی که از طریق رسانه ها هم به گونه زندان نشر شد، یک عده ادعایشان ای بود که اصلا نقش نداشتند در این مورد و اونا بازداشت شدن از طرف پلیس. فکر میکنین که پلیس به خاطر بزرگنمایی کار خود یک عده از افراد را که دخیل هم نبودند در قضیه اینا را بازداشت کردند و بیمی میره که اونها به ناحق مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند؟ البته شک نیست که یک تعداد جرم کمتر نسبت به یک تعداد دیگه دارند. کسانی هستند که احتمالاً در صحنه حضور داشتن یا به نوع معلوم میشه که در قضیه دخیل بودن، اما شاید مدارک شواهد کافی برای اثبات این که واقعاً شریک جرم بودن وجود نداشته باشه. البته دیدن خود یک چنین صحنه ای و هیچ کاری نکردن هم از نگاه اخلاقی خب خودش کار پسندیده نیست، ولی تایی که ما مشخص نسازیم که کس واقعاً در جرم شریک بوده، نمیشه به او اتهام ببندیم یا او را مجرم ثابت بسازیم. بنابراین خب شاید کسانی باشند که جرمشون کمتر باشه، ولی یک چیز ممرای شما میپذیریم که در این مسئله مسائل سیاسی خیلی دخیل است. یعنی وقتی ما پیشتر از برخورد ریشه‌ای و اساسی با این مسئله صحبت کردم، دقیقا منظورم امی بود که ما باید به مسائل سیاسی که در اینجا دخیل هست و تاثیر میگذاره روی از این قضیه و بار باز میداره از برخورد ریشه‌ای با پیگیری پرونده، باید آگاه باشیم و به او هم بپردازیم. من مثلا براتون مثال میدم، وقتی کسی وادار میشه، خانواده فرخنده، که در روز اول که این قضیه را پنهان بکنه، فرخنده شهید را مثلا به نوع نشان بده که مشکل عصبی داشت و بعد اینا وادار به این شوند که تبعید شوند، خودشان برن از کابل براین، اینا چه کسانی بودن و کسانی که آمدن این کار کردن، یا آیا اینا در اصل قضیه هم دست داشتن، یعنی آگاه بودن، یا تنها به خاطر پوشاندن و پنهانکاری این کار کردن؟ این یک برخورد بسیار ریشه‌ای و اساسی میخواد و این یک قضیه ساده نیست. و کسان دیگه که هنوز هم به این فشارها بالای خانواده ادامه میدن، اینا چه کسانی هستند؟ این مسائل به نظر من بسیار زیاد شگفته نشده در اصل امو جریان محکمه، و اگر شما حکم صادر میکنین که این مسائل در بر نمیگیره، بعد بدون شک حکمتان ناقص خواهد بود. مسئله اهمال پلیس، حال ما نمیفهمیم که بانو فرخنده هم گفتن که شما مثلا همه پلیس ها را به اهمال وظیفوی یا در نهایت غفلت متهم میکنین، آیا کسی که عملا اونجا استاد است و اتفاق افتادن جرم میبینه و دست به ماشه هم هست اما ماشه را نمیکشه و قاضی هم اونجا خودش میگه که به اساس قانون مواد قانون را میخوانه که باید یک چنین کار را میکرد، آیا او شریک جرم هست یا نه؟ خب به این مسائل به صورت جدی پرداخته نشده. شاید در حکم محکمه ما پیدا بکنیم که چه تعداد از افراد پلیس به عنوان شرکای جرم، به عنوان مسببین از جزای بیشتر برخوردار میشن و کسان هم تنها محکوم به اهمال وظیفه میشن. اما مسئله اجمل عرب، حال این هم یک مسئله خیلی گنگ است. وقتی ما مسئله ریشه‌ای میگیم، خب باید به این مسئله پرداخته شود که این شخص چه کسی بود، با این قضیه چه پیونده داشت. شما در اسناد که ارائه شد از سوی اجمل همه دیدیم که خیلی مواردی بود که سوال برانگیز بود و اید یک روز دو روز اینا هر بخشی از این، مثلا این مسئله، مسئله مخابره، مسئله مخابره که در اون روز مخابره ها کار نمیکرد، اینا باید تحقیق بیشتر شود، باید پرونده های دیگه باز شود و روی از اینا تحقیق شود. این به خاطر انحراف از خان عمومی به یک سمت دیگه، این موارد به گونه سیاسی آنچه را که شما یاد کردین و بانو نادری هم یاد کردن وارد جریان محکمه شده باشه؟
اگر امی هم باشه وظیفه محکمه ای است، وظیفه قاضی ای است که تشخیص بده بلد. که آیا این موارد جز بازی های سیاسی است برای انحراف اذهان و یا ایست که واقعا اصل مسائل و ریشه ها در امی مسائل نهفته است. یعنی هر دو آلت از امکان خارج نیست. سپاسگزارم آقای سلام. بانو قادری، آقای سلام اشارات داشتن به مواردی که باید به صورت دقیق رویش پرداخته شوه. آقای بهادری هم روی این مسائل اشاره کردن. اگر قرار باشه که فردا دادگاه و یا قاضی فیصلهش را صادر بکنه، فکر میکنین که در این یک روز که ما یک وقفه داشتیم به این مسائل به صورت دقیق رسیدگی صورت گرفته باشه؟ اجازه بدید که ما دو تا نکته قبل صحبت هایم بیان کنم. در مورد سوال شما در مورد حکم دادگاه پرسیدید که اگر فردا اعلان بشه یا امکان داره که تحت تاثیر شرایط دادگاه قرار بگیری یا نه. من بعضی بحث ها رو دامن نزدم به خاطر از اینکه احساس میکردم واقعا حاشیه است. یک بحث همی اجمل عرب است که دوستان مطرح کردن و مثلا نگفتن. در این شکی نیست که ورود اجمل عرب داره برای بعضی ها پرده پوشی ایجاد میکنه. حکم دادگاه میتونه تحت تاثیر بیکفایتی بلفرض گروه سارنوال باشه، گروه سارنوالانی که روی پرونده کار میکنن، حتی سارنوالی که داشت خانش میکرد درست خانش نمیکرد. یکی بحث است. یکی بحث دیگه عدم رسیدگی جدی علیه مسئولان اصلی ساتلمنر در بین متهمین دارن ولی عالی رتبه ها بیرون هستن. ما تصاویری رو در اون دیدیم که پلیس داره بدون امکانات هیچ چیز نداره، یعنی خودش زیر ضربات مشت و لگد است، داره اونجا دفاع میکنه. و یادمون باشه پلیس هایی که در کشور افغانستان اکثریتشون به خاطر معاش هستن، یعنی نخبه های این کشور نیستن. واسه چرنهای نمیفهم بحث های عمی جامعه شناسی هم اونا برخوردار نیستن. این هم ممکنه که حکمی رو که دادگاه بده قابل قبول نباشه. بانو فرخنده گفتن ما فقط منتظر هستیم. بس دیگه ممکنه که حکم دادگاه رو تحت تاثیر قرار بده. بس گرفتار نشدن تمام افراد اصلی است. پرونده هنوز تمام نشده، یعنی پرونده کامل نیست، افراد گرفتار نشدن. یک موضوع دیگه نبود وکیل مدافع است. اگر وکیل مدافع در تمام اون جریان ها واقع می بود، اونطور که گفتن صورت دعوی ما شفاف تر می بود. بنابراین ما احساس میکنیم که 100% حکم تحت تاثیر تمام این مسائل هست. حکم اگر فردا اعلان بشه، ما پیشاپیش احساس میکنیم که همه اقشار جامعه را قانع نخواهد کرد. اما شما یک سوال دیگه داشتید، پرسیدید که بلفرض خانواده فرخنده تهدید میشه به ای که ببخشند. در هر صورت یادمون نره که حکمی که بر سر افرادی که دستگیر شدن جاری میشه دیگه مربوط فقط به خانواده فرخنده نیست. اتفاقی که در افغانستان افتاد چهره بین المللی ما رو هم به شدت قطره دار کرد و خود مردم داخلی رو هم برای مدت هاست که میبینید آسیب جدی زده. بنابراین بلفرض ما حال اگر فکر میکنین که مردم نسبت به روزهای نخستی که قضیه رخ داده بود آنقدر که جدی بودن، همون جدیت را حالا شما احساس میکنین؟ نگرانی وجود داره که مانند هزاران قضیه دیگه که در افغانستان رخ میده در اول مردم خیلی جدی هستن بعد از او رهایش میکنن. در این مورد هزاران قضیه جدی علیه زنان اتفاق افتاده، خشونت علیه زنان، اما هرگز هیچ کدام از این قضایا اینقدر عریان نبوده. یعنی افغانستان با چهره جدیدی از خودش آشنا شد، از مردم، از جوانان خودش، و این به شدت تمام مردم در گوشه گوشه افغانستان متاثر کرده. شما شک نکنید که مردم به همون شدت متاثر هستن. شاید آنچه که مردم بیشتر میخوان گونه درست عدالت باشه، یعنی عدالت برای تمام افراد. اما یادمون باشه که عدالت برای تمام افراد ما مطمئنیم تطبیق نمیشه، به خاطر اینکه آقای سلام فرمودن که از نظر اخلاقی درست نیست وقتی که شما دارید یک خشونت میبینید ساکت باشید. در ماده 354 قانون آمده که اگر شما چیزی را میبینید که حریق میشه و معاونت نمیکنید در خاموش کردن از او، شما یا به 6 ماه زندان یا به 6000 افغانی باید محکوم بشید. حالا شما جمعیت کثیر را که داره ایستاده است و با فخر فیلم میگیره نگاه کنید، آیا ما میتونیم تمام اونها رو زندانی کنیم؟ بنابراین ما میفهمیم که حکمی که میآید حکم کاملا عادلانه ای نخواهد بود. اما ما میخواهیم که حکم تا آنجایی که میتونه. بله، سپاسگزارم از شما. از اینکه وقت برنامه کم مانده، آخرین پرسش را از آقای بهادری خواهم داشت. آقای بهادری، قضیه بسیار زیاد مهم
در این روزها مهمانان ما هم که یاد کردن موضوع پلیس هست که همگی رده های پایینی یا کل حوزه دو منصوبینش در یک قطار قرار داده شدن، اما کسای بلندتر از اینا اینجا حضور نداشتن در میان متهمین و از یک جایگاه ویژه‌تر صحبت میکردن. آنچه را که اتفاق میفته در مورد پلیس و متهمین، فکر میکنن که عدالت درست را میتونه نماینگر باشه؟ خب از نظر قوانین باید در مقابل همه مسئولیت مساوی برخورد شود و قانون هیچ نوع تبعیضی را پذیرفته نمیتونه و نمیپذیره. تمامی کسانی که در این قضیه در واقع مرتبط هستند، چی مظنونی که تحت بازداشت هستند و کسانی که بیرون از او هستند و فرماندهان کلان هستند، باید به صورت تساوی و با اینها برخورد شود که چنانچه دیده شد نشد. اما از نظر این که دادگاه ها معمولا صلاحیت اینو دارن، بعضی افرادی که در واقع زیاد هنوز مشخص نیست که چقدر دخیل هستن در قضیه، اونها را به شکل رها نگه بداره و در جریان محاکمه وارد درخواست کنه. اما دیده شد که فرماندهی امنیتی کابل و آقای ظاهر از جمله اینطور احساس میشد که به عنوان مهمان و حضور پیدا کردن و به عنوان کسی بودن که نه جزئی از پرونده، به عنوان کسانی بودن که بیشتر اینها آقای ظاهر که مسئولیت بررسی این پرونده را داشت و مسئولیتی را داشت که افراد متهم را گرفتار بکنند. بله، یک نگاه حقوقی همی هست که کسانی که پرونده را از نظر قانونی صلاحیتی بررسی شده داشتند، چقدر به صورت دقیق و همه جانبه تمامی جوانب بررسی کردند و شواهد و مدارک جمع آوری کردند که آقای ظاهر به صورت مشخص بیان کرد که تمامی مدارکی را که از جانب کمیته حقیقت یاب و از جانب تحقیقات خود انجام دادن ارائه کردن. اما حالا در واقع وقتی رسیده که باید دادگاه موقف خود اعلام کنه که این مدارک و اسناد را که جمع آوری کردن چقدر مرتبط به اتفاق بله. اگر قرار هستن. باشه که دادگاه فردا فیصلهش را صادر بکنه، شما شخصا نگران هستین که به صورت درست عدالت تامین نخواهد شد و به صورت درست به مواردی که باید به دقت پیگیری می شدن رسیدگی نمی شه؟ از نظر تاریخی در کشورهای پس از جنگ شتاب زدگی در فرایندهای قضایی در نتایج ملموس و مثبت را نداده. از این نقطه نظر افغانستان هم جدای از پیکره اجتماعی نخواهد بود. هر نوع شتاب زدگی در اصدار حکم محکمه ممکن است باعث عدم تطبیق عدالت و حاکمیت قانون خواهد شد و به صورت جدی و به ظرافیت هایی که در این قضیه وجود داره ممکن است مظنونین و متهمین به صورت انفرادی جدا نشوند. سپاسگزارم از شما آقای عین الدین بهادوری، رئیس دارالانشا اتحادیه حقوقدانان افغانستان، استاد دانشگاه. بانو دکتر عمیرا قادری، فعال مدنی، استاد دانشگاه. آقای باری سلام، فعال مدنی، و در فرجام هم بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نمایندگان، از حضورتان در بحث کنونی. و سپاسگزارم از شما که برنامه را تا این دم دنبال کردین. شما میتونین که برنامه های تلویزیون یک را روی شبکه های اجتماعی یوتیوب، تویتر و فیسبوک همچنان ببینید و تماشا کنین. در اخیر هم خواسته های شهریان کابل از رئیس جمهور و رئیس اجرایی در پیوند به رسیدگی به قضیه قتل فرخنده تادیدار دیگر خدا نگهدار. در رئیس جمهور او رئیس اجرایی څخه مې دا غوښتنه ده چې د پرخوندې د قضیې اړوند دقیق څېړنه وکړي او ټول هغه مجرم هر څوک چې په دې کې لاس لري دقیقه څېړنه وشي او وروسته د عدلي قضایي ارګانونو د څېړنې وروسته څخه بیا وروسته دوی ته باید جزا ورکول شي. د اسلام د نامه څخه باید سوء استفاده ونه شي. ټول هغه ملایانو که تعویزګران دي که ملایان دي باید اسلام د نامه څخه سوء استفاده ونه کړي. همدارنګه باید خلک زموږ د مسلمانانو د احساسات څخه سوء استفاده ونه کړي. خواست ما از حکومت وحدت ملی خصوصا از رهبران حکومت بسیار با شفافیت کامل از این قضیه بررسی کنند، عاملی قضیه را فرد فردشه به دادگاه کشانده و به هر کدامشان که در مورد قتل درست به وظیفه خود اجرا نکردین، خود خصوصا در این قتل فرخنده بیشترین نقش که کسی که داشته پلیس های ناحیه امو سرانه بوده که در محل چند کیلومتریشان امی عمله رخ داده، اما اونها هیچ کدام عکس العمل نشان ندادن، حتی که از ما در تصویر و در صفحات اجتماعی هم همی بینیم جلوگیری نکردن. ما از رئیس های جمهور خواهش میکنیم که این قتل فرخنده را قاتلاش به طور صحیح و اساسی بررسی کنن و اونها را به سزای اعمالشون برسانند.